آوازخوان تاجیک تبار روسیه منیجه سنگین که سال 2021 روسیه را در آزمون معتبر اوروویژن نمایندگی کرد و جای نهم را به دست آورده بود، حالا به دلیل موقع ضد جنگیش در روسیه مورد یک معرکه گسترده بدبینی و عداوت قرار گرفته است. ماه ایول سال جاری در پی چنین یک معرکه منیجه را به جشنواره استریولیتو در پیتربورگ راه ندادند. حالا برخی دایره ها در روسیه تلاش دارند تا مانع هنرنمای او در جشنواره ترانه های قزاقخو شوند که بنیاد الک دریپاسکا ناشا دیلا از 26 سپتامبر تا 2 اکتبر با نام الکساندروفسکا کرپست در شهر اوست لابینسک واقع در 70 کیلومتری شهر کراسنودار دایر میکند. اردوی قزاقخو کوبان یا کوبانسکای کازاچی وایسکا اظهار داشت که اگر منیجه در این جشنواره هنرنمایی کند، آنها از اشتراک در آن دست میکشند. این سازمان قزاقخو موقع منفی منیجه نسبت به جنگ روسیه به ضد اوکراین را دلیل چنین موقعگیریش نامید. معاون رئیس کمیته اسنگه در دومه دولتی روسیه ویکتور ودالاتسکی گفته است منع اشتراک منیجه در جشنواره قزاقخو موقع او را نسبت به جنگ اوکراین البته دیگر نمیکند، ولی هشدار داده است او وقتی منیجه برای هنرنمایی به کراسنودار میآید، حتما یگان سازمان مسئولیت اجرای تالار و قبول میدان برای آنهایی را که روسیه را بد میبینند به عهده میگیرد. عضو پلات جمعیت روسیه اکاترینا مازولینا نیز دعوت منیجه را به جشنواره قزاقخو کاملا سفسطه و خود آوازخوان را روس بدبین یا روسافوب که نامیده نوشته است. کسی با دعوت منیجه روس بدبین آبروی جشنواره فرهنگ قزاقخو را ریخته نیست. او که ضد عملیات مخصوص برآمد کرد گفت این کار برخلاف خواست او شده است. چند روز قبل مجله چوپ کراسنودار سباک رو از مقوه شماره علکه از دست چوب برامدهش در چوبخونه عکس منیجر رو گرفت و نشر مصاحبه او که به مناسبت اشتراکش در جشنواره قزاقخو تهیه شده بود دست کشید. ولی تشکیل کننده جشنواره قزاقخو بنیاد ناشا دیلا الک دریپاسکا اظهار داشت که با وجود طلب ها منیجر در جشنواره اشتراک و هنرنمایی خواهد کرد. خدمات مطبوعات جشنواره هم گفت که منیجر ضمن هنرنماییش یکی از ترانه های سنتی قزاقخو کوبان را اجرا خواهد کرد. ماه ایول پایگاه خبری فانتانکا رویخط سیاه هنرمندان را نشر کرده بود که به دلیل موقع منفیشان به جنگ ضد اوکراین مقامات روسیه هنرنمای آنها را خوش نداشتند. در این رویخط سیاه نام منیجر هم بود. منیجر در واقع مخالف جنگ ضد اوکراین بود و لکای در روز اول شروع عملیات مخصوص آن را جنگ برادرکش نامیده و گفت متاسفانه این جنگ بیرون از اختیار او جریان دارد. در این زمان منیجه مخالف در عرصه فرهنگ در انزوا قرار دادن روسیه بود. منیجه همچنین ماه مارت سال جاری هنوز در روزهای اول آغاز جنگ اوکراین ترانه نوش با نام سرباز به زبان انگلیسی را نشر کرد که در آن با سرعت مخالفت خود را به هر نوع جنگ و خونریزی بیان کرد.